وصلت اسماء من مثل امطار برات جامدا واقعا تخرج بوشي تلبوش اخرج يا ملبوش ملبوش كل خروج بكذا دولار ما انا فيك استدار راز میکنن این چه خدا باز هم میگن در مورد جن و ورودش و سلام به عزیزانم، امیدوارم حالتون خوب و خوش و سلامت و سرزنده باشید. با ویدیوهای دیگر از ویدیوهای علوم غریبه و لایتنهی در خدمتتون هستم و باز هم مثل این که عزیزان میگن در مورد جن و ورودش و دخولش و یه چیزایی که داریم میبینیم از عزیزان عزیزان من الان میگید این جریانش چی هست و این جریانش چی هست و اینها چرا اینجا هستن. قبل از اینکه بریم سراغ ویدیو عزیزانی که دنبال کننده کانال ما نیستن دوستان دکمه سابسکرایب بزنن دنبال کنن برای ویدیو لایک بگذارید که به عزیزان بیشتری برسه کامنت بنویسید خوشحال میشم زنگ بزنید رو فعال کنید که جزء اولین‌ها باشید ویدیو رو لایک میکنید و اگر دوست داشتید به اشتراک بگذارید. عزیزان من در ابتدا که اینا هم بگم جریانشون چی هست ببینید ناخودآگاه خیلی قدرتمنده و گول خو الان من اگر یک کلمه رو بگم و یک جمله رو بگم به شما مطمئنم همون لحظه تو خیالش میرید. شما میتونید تصور کنید یک کشتی پرواز میکنه مطمئنم همون توی مخیلتون الان میاد اون چیزی که گفتم این چیه؟ هیچ کدومتون باور نداره که کشتی پرواز میکنه. این چیه؟ خداگاهه ناخداگاه چرا میتونه تخیل داشته باشه و یک کشتی رو الان شما تصور کردید برای یک لحظه که داشت پرواز میکرد. پس ناخداگاه همه چی رو میپذیره، ساخته تخیلات هست و اینهایی که میگن جن وارد بدن انسان شده و اون شخص واقعا هم حالت یعنی حالاتی میگیره که فکر میکنن واقعا جن وارد بدن انسان میشه و واقعا جن زده شده این شخص، خودش فکر میکنه اینجوریه. حالا شما بهش بگید همون کشتی رو شما باور کردید، نه دیگه این بهش بگید شما جن وارد بدن شده، کلا دیوونه میشه شخص، فکر میکنه واقعا جن وارد بدن شده. پس هیپنوتیزم چیه؟ هیپنوتیزم علم نیست، فنه. چی کار میکنن تو هیپنوتیزم؟ در ویدیوی بعدی حالا در ویدیو بعدی براتون میگم که هیپنوتیزم چیکار میکنه و چه ارتباط داره با همین چیزی که میخوام بهتون بگم. ببینید از من مثلا یا بعضی چیزها رو مثلا براتون پیش بینی میکنن از قبل، درسته؟ پیش بینی میکنن از قبل و شما متحیر میشید، متعجب میشید، گونه یه چیزایی رو میخورید که اصلا کلا بر حسب ریاضیاته، بر حسب دانشه، بر حسب یه چیزایی هست که هستن تو عالم طبیعت. الان مثلا من این تاسه، درسته؟ یه تاس که اینجوری بندازم دو طرفش حساب میکنیم دو بار هم میندازیم ببینیم چقدر میشه، بعد یه دونه بندازم این بار دو طرفش حساب میکنیم کم میکنیم از اون، اوکی بریم ببینیم چه اتفاقی میفته. این یه بار چهار پنج شیش هفت هشت نه ده یازده دوازده سیزده چهارده نوزده شونزده هفده هجده نوزده بیست بیست یک بار دیگه میندازیم بیست دو بیست سه بیست چهار بیست پنج بیست شیش بیست هشت بسم الله سی یک سی دو سی سه سی چهار سی پنج سی شیش سی هفت سی هشت سی نه چهل 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 دو چهل دو شد قرارمون چی بود؟ یه دونه بندازیم مکم کنیم ازش چهل دو انداختیم چهار یک دو سه چهار پنج شیش هفت چهل دو هفتش کم بشه میشه سی و پنج بالا بریم اینجا سی و پنج یه دقیقه من اینجا گذاشتم بشماریم یک دو سه چهار پنج شش هفت هشت نه ده یازده دوازده سیزده چهارده پانزده شانزده هفده هجده نوزده بیست بیست و یک بیست و دو بیست و سه بیست و چهار بیست و پنج بیست و شش بیست و هفت بیست و هشت بیست و نه سی سی دو سی سه سی چهار سی و پنج اینه سی و پنج بیاید اینجا اجا کردید ویدیو رو هم قطع نکردم. این بر حسب ریاضیات هست، بر حسب چیزهایی هست که از قبل تعیین شده هستند. حالا شاید بعضیتون نمیدونن چه اتفاقی افتاد اینجا، اتفاق بزرگی نیفتاد. اگر من هر تاس که بندازیش مجموع دو طرفش هفت میشه، هر کارش بکنید ببینید چهار دو طرفش میشه هفت، ببینید سه شش دو طرفش میشه هفت، نگاه کنید هر کدومش دو دو تا پنج هفت
تقول فجاه سید پس من وقتی دوبار بندازم میشه 21 21 42 یه دونه بندازم بازم 7 میشه 35 و از پیش تعیین شده است. اینجوری شما گول میخورید. و برگردیم سراغ همون چیزی که داشتیم میگفتیم. ببین عزیز من، شما ناخودآگاهتون باور میکنه. اگر به شخصی بگید الان چرا جای دوری میرید؟ من تقریبا زمستون دو سال پیش زمستون یه آقای اومد، خانمش هم آورده بود. چی شده؟ من از سر کتاب باز کردم، با موکلین کار کردم و احضار کردم. تموم شد، گفتم خانم شما هیچ چیت نیست. گفت چرا؟ من برام جادو درست کردن، سر درست کردن، دفنش کردن. رفتم چند جا به من گفتم دفنش کردن و من الان حالم خرابه. بهش گفتم تو هیچ چیت نیست خانم. گفت من میدونم، من جنبارد بدارم کلا شروعش کرد. بهش گفتم به خدا شما هیچ چیت نیست. قبول نکن، از من قبول نکن. به شوهرش گفتم ببرش خونه و به من زنگ بزن. ولی نذاشتم اون خانم بفهمه که من این قرار گذاشتم با شوهرش. متوجه هستید؟ گفتم پس من نمیتونم کاری برات انجام بدم واقعا، ولی احضار میگیرم یه بار دیگه، حالا شاید تونستم یه کار بکنم. برید به سلامت. اون مرد به من زنگ زد، بهش گفتم میتونی بیا سمتم، کارت دارم. وقتی اومد سمتم یه دونه برگه بهش دادم، گفتم قایم کن فلان جا اون برگه رو. خانم خیلی حالش خراب بود، اصلا کلا داغون بود. میگفت من تلس برام درست کردم و جن داخل بدنم. خیلی حالش خراب بود، یعنی اورژانسی، امرجنسی. خب رفت قایم کرد یه جایی اون تلسمو، قرار گذاشتیم که چه اتفاقی بیفته الان بهت میگم. بهش گفتم به من زنگ بزن و بگو خانمم حالش واقعا دوباره خراب شد و بیارش برام. خلاصه همین کار کردیم و این خانم آورد برای من. بهش گفتم خانم حق با شما بود، واقعا شما تلسم داری و واقعا جن داخل بدنته، ولی من جن استخراج جن اینجور چیزا اینجوری نیست واسه من، من یه نوع دیگه. گفت چی کار میکنی؟ گفتم یه تلس برای درست کردن فلان جا میرید و پیش فلان درخت میکنید اینجا و سهر در میارید و تو انشالله خوب خواهی شد. حالتون خوبه؟ شوهرش تو میدونه دیگه، رفتن با هم دیگه، خودش شوهرش رفتن با هم دیگه، زمین رو کندن و یک اون برگه که به این آقا داده بودم رو در آوردن، آوردن واسه من، آوردن منم گذاشتم داخل نمک و اینا. و بهش گفتم خانم الان واقعا من متاسفم، روز اول بهتون گفتم این شکلیه و اشتباه از بنده است و منو ببخشید. الان شوهر این خانم یعنی نشده ماهی دو سه بار به من زنگ نزنه، میگه پس در نکنه خوب شد. و این خانم هم به من زنگ میزنه، هیچ کاری نکردم باش، هیچ چیش نبود، ولی این مردم بهش میگفتم این فلان دهانه بیش، بهش میگفت تو تلس برای درست کردم، تو جن داخلته، اون جن داخلته، فلان به هم ریختن این زنو کلن به هم ریخته بود. من میتونستم بهش میگم آره جن وارد بدنت شده و این قد تومن به من بده و خرخون باشه تر بوشه برای آخر جیه مربوش بلبوش کلن خوبش میکردم، یه چیزی ازش میگرفتم. واقعا چیزی داخلش نبود، داخل این خانم نبود، اما اون گمان کرده بود که داره. این از دنیای ما که داریم توش زندگی میکنیم. وگرنه جن هیچ وقت وارد بدن انسان نمیشه. و گفتم توی ویدیوی قبلی توضیح دادم براتون، گفتم حالا فرض کنید این یک انسان باشه و جن یک حاله است. اینو که دیگه نمیخوام منکر بشیم که یک حاله است، حاله هم لمس شدنی نیست. وقتی از این رد میشه، از این جسم رد میشه، ولی در این حالت وقتی رد میشه یعنی کلا از بدنتون رد شد. و وقتی از بدنتون رد شد، شما هم از بدنش رد شدید، بدنش دیگه رد شدید ازش. هیچ کدوممون نمیتونیم توی هم دیگه زندگی کنیم، نه جن میتونه توی جسم ما زندگی کنه و نه ما توی جسمش میتونیم زندگی کنیم. این کافیه تکون بخورم مگه این باد نیست؟ پس چطور از همون رد میشه؟ پس چطور ازش رد میشیم؟ یه قفلی نیست این وسط. این وقتی میگیم اینجا استاد، من یکم برم اینجا میمونه خودش. یا من داخلش اومدم، کافیه خودش بیاد اینور، من در میام ازش. پس هیچ کسی نه جن داخل بدن انسان زندگی میکنه و نه انسان داخل بدن جن
میتونه زندگی کنه. فقط جن مس میکنه. شما اگر قرآن خوندید جن مس میکنه. مس هم اینه و وسوسه میخونه تو گوشت، فکر میکنی تو وجدانت، فکر میکنی قرینت، فکر میکنی همون همزاد، قرین همزاده و زیاده این طرف که به طرف بیره براش میگه تو همزاد داری، بر تو همزاد نداری، همزاد رو همه دارن دیگه. اسمش معلومه، همزاد باهات زایده شده دیگه، همزاد داری. اونا با همون تابعه و جن عاشق اشتباه میگیرن. خیلی دوستتون دارم، خیلی و خدا نگهدار. ای زن من.